خب قسمت پنجم مقاله ده فدرالیست رو نگاه میکنیم. رسیدیم به جایی که پاراگراف شروع میشه By a faction I understand the number of citizens whether amounting to a majority or minority of the whole who are united and actuated by some common impulse of passion or of interest adverse to the rights of other citizens or to the permanent aggregate interest of the community. خب در جا میاد خود مدیسون این برنامه رو تعریف میکنه، میگه من راجع به فکشن چی میگم؟ که یک سری یه دست آدم، حالا یا اقلیتن یا اکثریت، که راه افتادن، تصمیم دارن بر سر یک به خاطر یه هوسی که دارن، بلهوسیشون. خب اینجا پشنه که میگه، چند مرتبه گفتم به تصمیمی که پشتش هوا و هوس هست، یعنی یه چیز مثبت نیست، یک تصمیمیه که منافع جامعه، همه جامعه رو در بر نمیگیره، فقط منفعت خودشون و دسته و گروه خودشون رو در بر میگیره. Or of interest adverse to the rights of other citizens or to the permanent and aggregate interest of the community. یعنی فقط منافعی که یا بر ضد منافع دیگرانه یا بر علیه منافع جامعه هست. قبلا راجع به این فکشن صحبت کردیم توی چند تا ویدیو پیش، اصلا شروع کردم این مقاله ده رو، گفتم از اول آخرش هر دفعه این لغت استفاده میکنه، میگه یک گروهی که کارشون فقط منفعت خودشون رو در نظر میگیره، ورچوس نیست. یادتون باشه راجع به لغت ورچو هم گفتم، ورچو در اون زمان یک صفات نیکی بود که یک نفری در جامعه زندگی میکرد و کارش، هر کاری رو میکرد، اینا همیشه در دیدش بود، در نظرش بود که من خیرم چجوری به جامعه میرسه، آیا این کاری که من میکنم بر ضد منافع جامعه است یا نه. پس اینجا این فکشن رو که استفاده میکنه، میگه دسته آدمی هستن که اول و آخر منفعت خودشون در جلو چششون هست، اصلا توجه ندارن، میگن گور پدر جامعه، من پولم در بیاد تو جیبم بره یا پول این دسته ای که من باهاش هستم یا مقام و شهرتمون بالا بره، ما چی کار داریم به کار دیگران، گور پدرشون. خب اینجا حرف قشنگی میزنه، میگه there are two methods of curing the mischiefs of faction, the one by removing its causes, the other by controlling its effects. اصلا لغت ها رو طوری استفاده میکنه که شما خودتون بدونید فکشن چیز خوبی نیست. میگه ما چجوری میتونیم این مریضی رو و این کرم و کرمی که تو جامعه میندازه فکشن، چجوری میتونیم ما اینو علاجش رو پیدا بکنیم؟ خب میگه شبیه سرطان، خب میایم یه کاری میکنیم که اصلا دلیلی به ما نده که این بیماری تو ما پیدا بشه. Removing its causes، چجور مثلا به شما میگن سیگار زیاد بکشی سرطان میگیری؟ میگه اصلا از اولش سیگار نکش. خب اینم میگه بس ما میام اصلا از ریشه چیزی رو که به این جون میده از ریشه میکنیمش، ریشه کنش میکنیم، یا میایم جلو عوارضشو میگیریم از همون دقیقه اول. چجور شما اگه میرید پلوی پزشک بهتون میگه سیگار نکش سرطان میاری، ولی در همون جا وقتی نمیکشی مثلا برو قدم بزن، ورزش بکن که فکرت به چیز دیگه باشه، به چیز سالم باشه، وقتت بره چیز دیگه،
و وقت انقدر نیاری که بشینی مثلا فکر سیگار بکنی و یا چیزهای بد که سیستم تو به هم بریزه. اینم میگه ما میخواییم جلو کاری بکنیم که جلو عوارضشو بگیریم، غذای سالم بخوریم، ورزش بکنیم. اینم میگه کاری بکنیم که فکشن توی جامعه پیدا نشه، یه دسته ای که فقط پی منفعت خودشونن. خب there are again two methods of removing the causes of faction. The one by destroying the liberty which is essential to its existence. The other by giving to every citizen the same opinion, the same passion, and the same interests. خب اتاقمون عوض کردیم. اینجا میگه خب حالا چه جوری میتونیم مثلا جلوی این فکشن رو بگیریم؟ مثلا جلوی این که اصلا دسته ای پیدا بشه که به خلاف منافع جامعه کار بکنه. یکی by destroying liberty. یکی از دلایلی که فکشن به دنیا به وجود میاد اینه که آزادی داری دیگه. میگه آقا هر کاری هستش آزادی شما بکنید. خب پس میگه ما بیایم اصلا آزادی رو از مردم بگیریم، دیگه فکشنی به وجود نمیاد دیگه. شبیه این دولتایی که هستن میگن میزنن تو سر مردم، میگن اصلا فکر اینی که دسته یا گروهی بشی که منافع خودتو طوری نگاه بکنی که پا بر منافع ما بذاری غلط کردی، میزنیم تو سرت. این آزادی رو بگیرن تو همون جا توی همون قنداق خفش بکنن، که اینجوری یه طریقیه که میشه جلوی فکشن رو گرفت. The other by giving to every citizen the same opinions, the same passions and the same interests. مدل دیگه هم اینه که بیایم همه رو مکانیکی بکنیم، یعنی همه رو بکنیم شبیه آدم آهنی. خب بیایم به همه بگیم شماها فقط میتونید با یه جور فکر بکنید، یه جور تصمیم بگیرید، راجع به یک چیزی هوا و هوس داشته باشید. این مثلا آدم ها مثلا حالت حیوان رفتار باش بکنید. شمید دو جوره ما میتونیم جلوی فکشن رو بگیریم. یکی اینکه بیایم مثلا آزادی رو تو همون بستر خفش بکنیم. یکی هم این که بیایم به مردم بگیم همگی باید تو این خط بیایید، تو این راه بیایید، هیچ فکری غیر از این دستوری که ما به شما میدیم نکنید. بعد اینجا حرف قشنگی میزنه. It could never be more truly said than of the first remedy that's worse than the disease. میگه اولین علاج بس بدتر از خود مرضه. یعنی آزادی رو که از یکی بگیری اصلا حیوانش کردی. این که اصلا بدتر از خود مرضه. شما میخوای آزادی داشته باشی که زندگی درست حسابی بکنی، نه اینکه بیان آزادی رو ازت بگیرن که بگن آزادی تو بدی یه دسته های ایجاد نمیشن که بر منافع جامعه کار بکنن. میگه خاک تو سر اون جامعه‌ای که مثلا آزادی توش نباشه. Liberty is to faction what air is to fire, an ailment without which it instantly expires. آزادی باهاش فکشن و دسته بندی و دسته گیری و منافع دسته گیری میاد، هیچ کاری نمیشه جلوش کرد. درست شبیه آتیش و هوا و اکسیژنه. بدون اکسیژن مثلا آتیش نیستش که. پس با هم دیگه میان. خب نمیتونی بگی یکیش میاد اون یکی دیگه نمیاد. پس میگه توی جامعه ای که شما آزادی داری منافع دست دسته مردم هم باهاش میاد. مردم دست دسته میشن، میگن من منفعتم اینه، اون دسته میگه من منفعتم اونه، هیچ کارش هم میگه نمیشه کرد. But it could not be a less folly to abolish liberty, which is essential to political life,
because it nourishes faction, than it would be to wish the annihilation of air, which is essential to animal life, because it imparts to fire its destructive agency. همونجور که اکسیژن آتیش رو زنده نگه می‌داره، هوا زندگی نگه می‌داره، همون هوا هم هستش که ما تنفس می‌کنیم که اصلا ما می‌تونیم زندگی بکنیم با اون هوا دیگه. هوا نباشه که خفه میشیم و می‌میریم. اینم میگه فکشن درست شبیه همینه. وقتی تو آزادی توی جامعه استقرار دادی و توی جامعه آزادی بود، فکشن هم باش میاد، درست شبیه هوا و زندگی. هوا باشه، آدم ها میتونن تنفس بکنن و زنده بمونن. آزادی هم باشه، فکشن باش میاد. داره آماده میکنه فکر خوننده‌هاش و فکر آمریکایی اون زمان که ما که آزادی میخوایم، منافع دسته‌ای هم باهاش میاد. تاجرا فکر منابع خودشون، منافع خودشون هستن. کسایی که توی کشتی رانی و این برنامه هستن، اونا تو منافع خودشون هستن. مسیحی های این فرقه تو منافع خودشون هستن. زمیندارا تو منافع خودشون هستن. کشاورزا منافع خودشون هستن. بعد تو قسمت بعدی به این نکته میرسه. میگه مثلا، مستقیم نمیگه، ولی تاریخ آمریکا رو که نگاه میکنید، مثلا اینا که شمال آمریکا بودن، فرقه کانگرگیشنالیستن.